سلام، من نیوشا مدبر هستم. به کانال من که همون کانال خودتونه خیلی خیلی خوش اومدین. خب با همون یکی از شما عزیزانی که اینجا اومده دیدن من، اومدیم با همدیگه این قاره قدیمی رو بگردیم و گپ بزنیم. میخوایم توی صحبت کردنمون شما رو هم شریک کنیم و ببینیم که اینجا چه اتفاقایی داره میفته که ما ازش بیخبریم. سمت نفشهی، کایسری، ارگوب، این طرف ها خیلی پناهنده زیاده. میخوایم دربارهشون اطلاعات کسب کنیم و به شما آگاهی بدیم. پس با من همراه باشین در ادامه که ببینیم اینجا چه اتفاقایی داره میفته، چه خبره اینجا. مجدد در خدمتون هستیم. اینم کولمه، جا پیدا نکردم باید بذارم زمین. خیلی خیلی خوش اومدین به برنامه امروزمون. امروز خیلی برنامه‌مون متفاوته و میخوایم با نسرن درباره پناهنده ها میخوایم صحبت کنیم، ببینیم که اوضاع اینجا چه خبره. هممون شنیدیم که اوضاع پناهجوها توی ترکیه خیلی مساعد نیست و شرایط خوب نیست، ولی خب از نزدیک ندیدیم و نمیدونیم. بذارین اطلاعات بیشتری کسب کنیم، شما آگاه تر بشین، ببینیم که وضعیت چجوریه. نسرن جون، خیلی خوشحالم که اینجا از نزدیک میبینمت. ممنونم از اینکه این همه تلاش کردی که منو اینجا ببینی و منو از تنهایی واقعا درآوردی. از دیدنت خیلی خیلی خوشحال شدم. با هدیه‌های زیبایی که آوردی منو شرمنده خودت کردی. خیلی ممنونم از حضوره. نسترم برای من کلی هدیه آورده. اولیش رو میخوایم باز کنیم که کار دستی و هنری خودشه. میگه باز شود، دیده شود. میدونم که خیلی پسندیده میشود. وای، محشره، خیلی خوشگله، خیلی قشنگه نسترن، عالیه، قابل تو نداره. ویدیو قشنگ داری میگیریش اینو؟ قشنگ اینو بگیر ببینم چه کار خفنیه. خیلی هنرمندی. بچه لواشک. باورم نمیشه. ببین من خیلی وقت لواشک نخوردم. تو استانبول آخرین بار یکی از دوستام از ایران اومده بود، اینقدر لواشک به من داد و هی به مصطفی گفتم ببین این میدونی چیه؟ این لواشک. بچه این لواشکش یه مقدارم متفاوته. این یه چیزایی توش داره، میوه داره، میوه توش داره. واو، دهنم آب افتاد. دو مدله، سه مدله، سه مدل لواشک داریم اینجا. با 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 مرسی عزیز دلم، خیلی زحمت کشیدی. من واقعا راضی به زحمتت نبودم. نگاه تو رو خدا، برای من قهوه مورد علاقه خودشم گرفته آورده که این قهوه رو بخور، خوشمزه است، خفنه. اینم قهوهش. خیلی متشکرم ازت عزیز دلم، خیلی زحمت کشیدی. من واقعا راضی به زحمتت نبودم. منم خیلی خوشحالم که از نزدیک میبینمت. هدیه هم قابلش نداره. یه ذره بلندتر حرف بزنی ما بیشتر خوشحال میشیم. باشه، چش. نسترن جون، شما چند ساله اینجایی؟ میخوام ببینم چند وقت ترکیه هستی. من از سال 2016. از 2016 اینجا هستی. چند سال میشه؟ 8 سال میشه، درسته؟ رفتیم تو نو. به من بگو که چه تصمیمی باعث شد که تو ایران رو ترک کنی و بیای به ترکیه اعلام پناهندگی کنی، و اعلام پناهندگیت میدونم که به ترکیه نیست، به یو ان. اینو به من توضیح بده، اصلا چی شد که توی ایران تصمیم گرفتی که بیای یه کشور دیگه، یه کشوری مثل ترکیه و به یو ان پناهنده بشی؟ هیچ کس دوست نداره که از کشورش بیاد بیرون تا زمانی که یه مشکلی داشته باشه. منم مشکل داشتم، نمیتونستم، یعنی نمیشد دیگه بمونم ایران، برای همین از کشور خارج شدم. اومدم ترکیه که یو ان ثبت نام کردم به این دلیل که بتونم برم کشور سوم، و همچنان هم هیچ خبری نیست.
سالای اولیه که اومدی به یو این در واقع ثبت نام یو این کردی رو برامون تعریف کن. چه جوریه وقتی که یه نفر میومد مثلا میرفت برای یو این ثبت نام کنه، شرایط چطوری بود؟ اون موقع خب شرایط بهتر بود یه مقداری، یعنی ولی اون زمانی که من اومدم تایم خوبی نبود. تا قبل از ما، تا قبل از 2015 همه خیلی سریع کارشون انجام میشد و میرفتن. این رو توضیح میدی که چجوری کار آدم رو انجام میشه برای یو این؟ یعنی چجوریه؟ تو میای اینجا میری پلیس، میری کجا برای یو این ثبت نام میکنی؟ بله، میری اداره مهاجرت، اونجا ثبت نام میکنی، یه برگه میدن، میگن که توی دو تا خط بنویس بگو که به چه دلیل اومدی ترکیه، بعد مینویسی و بعدم شهر رو که اونا تعیین میکنن که تو کدوم شهر بری بمونی اونجا، حالا چه مدت مشخص نیست، تا زمانی که کارات درست بشه بتونی بری. شهر رو که تعیین میکنن، حالا چه خوب چه بد، شهرهای بزرگ مثل آنکارا، استانبول، اینجور جا اصلا نمیدن، ازمیر اینا اصلا نیست، شهرهای کوچیک دور افتاده و کوچیک. بله، مثل اینجا. متوجه. یعنی در واقع شما اومدین ثبت نام اداره مهاجرت کردین، به نوعی پناهندگی اعلام کردین به یو این و منتظر موندین که کیستون درست شه. یعنی هر شخصی هم یه کیسی برای خودش داره دیگه، درسته؟ بله. حالا یا یکی مثلا تغییر دینه، یکی مثلا سیاسیه، شرایط متفاوته، اجتماعی، سیاسی، مذهبی. خب من میخوام اینو بدونم که از شرایط پناهنده های اینجا به من تعریف کن. آدمایی که پناهجوان اینجا به چه صورت زندگیاشون، یه مقدار اینا رو بگو، اجازه کار دارن ندارن، چطوری زندگی میکنن؟ شرایط خیلی سخته، هر روز هم داره بدتر میشه. ترکیه دقیقا اقتصادش مثل ایران و حتی بدتر، به شدت سخت شده زندگی اینجا و اجازه کار نه اصلا، یعنی هر کی اینجا کار میکنه کار سیاه انجام میده. جدیدن که کلن دارن همه رو جریمه میکنن، هم صاحبکارو هم کارگر، کسایی که کار سیاه میکنه. یعنی اجازه کار نمیدن مگر اینکه اون شخصی که مثلا صاحب یک رستوران خب صاحب اونجا بیمه کنه، چشمای زیم برای کارگرش بگیره، در این صورت مشکلی نداره. یعنی من به گزینه قشنگی اشاره کردی، یعنی مثلا صاحب کار میتونه برای یه پناهجو اجازه کار بگیره کنه. اگر کنه، چون هزینه داره، هر کسی قبول نمی کنه، چون که کسی که پناهجوه با ممکنه امروز اینجا کار کنه، یه دفعه بره یه جای دیگه و بزنه از اون کار بیرون و این آدم که بیمه کرده کارگرشو چیکار کنه؟ مشکل. بله، هزینه کرده، برای همین هر کسی این کارو نمیکنه مگر اینکه اون شخص کارگر مدت طولانی اونجا مشغول به کار باشه. در این صورت و خیلی هم کم پیش میاد، نمیکنه، معمولا سیاه کار میکنه. بله. بعد میزان حقوقی که میدن همون پای حقوق دیگه. بله. در حال حاضر پای حقوق ترکیه چقدره؟ الان که 17,000 خورده ای. بله. معادل 34 میلیون اینا میشه دیگه، 34 35 میلیون تومان میشه، ولی خب در اینجا هیچیه دیگه. واقعا کم. هزینه زندگی خیلی بالا رفته اینجا. در مورد کار سیاه به ما بیشتر توضیح میدی که این پناهجوها وقتی کار سیاه میکنن شرایطشون به چه صورته؟ اول اینکه باید بری جاهایی که میتونی اونجا کار کنی، یه مقداری البته که باید زبان بلد باشی، اگر هم بلد نباشی میتونی مثلا به عنوان یک ظرفشور توی حالا هتل، رستوران کار کنی. کارو که پیدا کردی شما چالش‌مندین، یعنی اجازه کار که نداری، بیمه نداری، فقط یه حقوق پایه، همون اصل مجدش میگن، اونو به شما میدن. در صورتی که یک ترک اونجا مشغول به کار شده داره کار میکنه، اون اوکیه، حقوقش از تو میتونه تو بیشتر باشه و هست، بیمه هست، ولی شما نه. شما اگر دستت کنید، یعنی آسیب دیدی جدی، که من هم خودم برام پیش اومده بود،
اونا فقط میگن خودتو جمع کن که بتونی ادامه روز رو کار کنی. یعنی کارفرما نمیاد تو رو بهت نگاه کنه ببره؟ اصلا برای من پیش اومده بود یا دوست من که پاش پیش خورد همزمان و دستش برید توی رستوران کار میکردی، بردش بیمارستان و دوباره برگردوندش توی آشپزخونه کار کن. اینجوریه، یعنی که فکر نکنید که راحت نیست. نه، کارای اینجا ساعتش بالاست، یعنی که فکر کنید برید یا ایران مثلا میره صبح میره 8 ساعت فکر کنم کار میکنن. آره ایران ببین مثلا ایران اینجوریه، فکر کنم 8 صبح میرن تا 5 بعد از ظهر. آره ولی مثلا هستن که ظهر میرن خونه یه ناهاری میخورن بعضی کارها، ولی اینجا نه، از صبح به کوب کار میکنه تا حتی تا شب. من خودم رستوران بودم، مثلا صبح میرفتم غروب برمیگشتم. چرا؟ چون من مثلا کاری که من انجام میدادم تا اون تایم بود. ولی آخر هفته که شنبه و یک شنبه بود اونو از صبح میرفتم تا یک شب من تو خونه بودم. که وقتی میمادم همسرم اوایل مثلا دم در منتظر من میموند، نگران میشد، دیگه بعد عادی شد و میرسیدم شهرم. خب شهردار جدید که اومد چون وعده داده بود که من یابانجی ها رو بیرون میکنم، شهردار جدید که اومد این وعده رو داد و عملیش کرد. شهردار جدید جهپی هم هست؟ بله، راسیم آری. اون وقتی که اومد اون من اصلا کلن ضد یابانجی با ایرانی ها من ندیدم چیزه، ولی کلن نمیخواد و میگه من شرایطی گذاشتم که هر کسی از شما نمیخواد میتونه بره، ولی ما کجا بریم؟ ما حتی اجازه خروج از شهر نداریم. من سالهاست اینجا، کی به من اجازه میده؟ خیلی بخوام چیز کنن یه ایزی میده که تو مثلا فرض کن بری تا کایسری بیمارستان. چرا؟ اگر بیماری خاصی داشته باشه. کلن ایزیم که دیگه نمیدن یابانجی ها رو، شرایط رو براشون سخت‌تر کرده. مثلا قبض آب برای ما 2-3 برابر میاد، ترکا نرماله ولی ما 2-3 برابر میاد. و کسی که بخواد اینجا ازدواج کنه با مثلا یک ایرانی با یک ایرانی، افغانی با ایرانی، فرقی نمی‌کنه، دو تا خارجی اینجا بخوام با هم ازدواج کنن، بلدیه دیگه این کار رو براشون فعلا در حال حاضر بلدیه اینجا. بله، من شهردار رو نمی‌دونم ولی اینجا جدیدم اینطوری شده و گفته تا سال نو اینجوریه و بعدش هم هیچی نمی‌دونم چی میشه، یعنی شاید هم نباشه. ولی وقتی که این شهردار اومد گفت من هزینه اولش بود و یه هایی نمیدونم چرا دیگه نمی کنن این کارو، ولی تا اومد هزینه ازدواج رو 15,000 لیر کرد و جدیدن من شدیدم شده 25,000 لیر، یعنی 50 میلیون تومن. بله، ولی برای خودتون 500 لیر نهایت 500 لیر، یعنی 1 میلیون. خیلی فشار رو برد از اون بر. مثلا جریمه سنگین، دوست من خیلی از بچه ها جریمه های سنگین. جریمه چیه؟ الان جاهایی که یابانجی ها دارن کار میکنن میرن، مامور میره اونجا، چند نفر میرن چون که اونا دارن کار سیاه انجام میدن. اون شخص، اون فرد و یابانجی رو جریمه میکنن تا 20,000 تا. یعنی چون کار سیاه میکنه میان جریمش میکنن، چک میکنن هر خارجی داره جایی کار سیاه میکنه جریمش میکنن. چقدر؟ 20,000 تا. 20,000 لیر. اونی که 40 میلیون نزدیک من هست اون 20,000 تا جریمش رو و خیلی ها رو جریمه کردن. و همینطور سابکار صاحب اونجا که یابانجی داره کار میکنه اونم جریمه کردن و دو برابر. آها، یعنی هم اینو جریمه میکنن هم صاحب کارشو جریمه. و میگفتن دفعه دیگه اومدیم بودش بیشتر جریمه میشیم. اینجوری چه اتفاقی میافته دیگه؟ اون صاحب اون مثلا رستوران میگه که دیگه شما برو چون که برای من ضرری، یعنی درست نیست، شما بیرون میشه.
شرایط رو جوری بنا میکنن که نتونید کار کنید. اینقدر جریمه کردن که الان کار خیلی سخت پیدا میشه. چرا میترسن؟ یابانجی هستی؟ نه، ما یابانجی نمیگیریم. اینجا کمپ و اینا پناهجوها میرن، یعنی پناهجوهای یو ان کمپ نمیرن، درسته؟ کمپی که هست اون کسانی که قراره دیپورت بشن میرن میفرستن اونجا، حالا یا به طور قانونی اینجا نیستن، کارت ندارن، کیملیک ندارن، اینا رو کارت شناسایی ندارن، کارت شناسایی ندارن میگیرن، مثلا ردی دارن، پروندهشون بسته شده، دارن قاچاق زندگی میکنن، اینا رو اگر بگیرن میفرستن توی کمپی که لبه وان هست، از اونجا پیش مرزه بفرستن، اونو میفرستن. و کمپ بسیار وحشتناکی و کثیف، پر از بیماری، مثل یه زندان میمونه، واقعا وحشتناکه. اطلاع دارم که آدمایی که اینجا به یو ام پناهنده میشدن بعد از پیدا کردن یک سری اسپانسر از کشورهای دیگه و با توجه به قبولی کیسشون میتونستن از اینجا برن به کشور سوم. حالا ما فرض بر این میگیریم یه عده رفتن، اون عده ای که الان همچنان 7 ساله اینجا موندن و اتفاقی براشون نیفتاده و کیسشون پذیرفته نشده، چه سرنوشتی در انتظارشونه؟ باور میکنید هیچی، یعنی هیچی، ته این ماجرا هیچی، چون ترکیه برای پناهجوها تموم شده، کاملا همه چیز تموم شده، الان همه رو دارن رد میکنن، دیپورت میکنن، یعنی شرایط خیلی بد شده. کسایی که فکر میکنن میتونن بیان اینجا از طریق یو ام بتونن برن کشور دیگه، کاملا اشتباهه. کلا الان یو ان مگه هنوز ترکیه تو یو ان در واقع فعالیت داره؟ نداره، ولی اینجوری شاید بعضیا ندونن، فکر کنن که هنوز پا برجاست. خب اگه بیاد اینجا بره اداره مهاجرت بگه سلام علیکم من اومدم یو ان ثبت نام کنم، بهش میگن اینجا دیگه قبول نمیکنین دیگه؟ کسی رو ثبت نام نمیکنن. الان خود مردم ترکیه راضی نیستن، دلشون نمیخواد، میگن خیلی شاکی شدن، دلشون نمیخواد، میخوان که یابانجی ها پناهجوها نباشن، برن، مخصوصا سوری ها، بعد از اون افغان ها. کلن شما پناهنده به یو این محسوب میشین دیگه، پناهنده به ترکیه محسوب نمیشین که، یعنی ترکیه به شما هیچ کمک مالی نمی کنه. تا جایی که من میدونم کسایی که به یو ان پناه می آوردن، من بگم پناه می آوردن قشنگتره، پناه می آوردن از یو ان یه مبلغی براشون به ترکیه واریز میشد و ترکیه این بچه رو به آدما نمیداد. هنوز هم همون حالته، درسته؟ نه، نمیده. بله، کلا به ایرانی ها، افغان ها هیچ پولی داده نمیشه، مگر اینکه اون یک خانواده باشه با چند تا بچه، خوبم از 3 تا بیشتر، یعنی 3 تا آره، یه مبلغ خیلی ناچیز اونم شاید بدم، شاید. و الان من چون خودم بچه ندارم نمیدونم در حال حاضر همچی چیزی هست یا نه، نمیدونم، ولی بوده قبلم، اینو میدونم. ولی سوری ها خیلی هاشون وطن تاش گرفتن، یعنی اقامت دائم دارن، وطن‌داشت، یعنی شهروند ترک شدن. دقیقا. و خیلی همه کار میتونن انجام بدن، مغازه باز کنن، برعکس ما ها ما اجازه هیچی رو نداریم. این که دارم بهش فکر میکنم اینه که شما الان مثلا دیگه یو این اینجا منحل شده قضیهش، شمایی که مثلا داره وارد 9 سال میشه اینجا هستی، پرونده چی میشه؟ یعنی اوکی، باید مثلا چی کار کنی اینجا همچنان تا ابد پناهجو پناهنده بمونی؟ یعنی نمیان بگن آقا تو 9 سال اینجایی، حداقل ما یه شرایط رو برای تو در نظر بگیریم، یه حرکتی بکنیم دیگه، یو ان اینجا مثلا نیستش و اینا، چی میشه پرونده چی میشه؟ ما واقعا فراموش شده ایم، همه ما ها که اینجا پناهجو هستیم، حالا هر شهری کاری سنی آقا یکی ها فرقی نمی کنه، ما میگیم ما فراموش شده ایم، چون که اصلا هیچ کس سراغی از ما نمیگیره، هیچ نه مبلغی به ما داده میشه، نه چیزی، هیچ مزایایی برای ما نمیشه، به پروندهتون هم رسیدگی نمیشه. اصلا ما یک روز اینجا کار نکنیم نمیتونیم زندگی کنیم، به شدت سخته.
یعنی منظورم اینه که تو تا ابد باید پناهنده بمونی؟ نه، جدیدن که دیگه دارن ایرانی ها رو مخصوصا و بعد از اون افغان ها رو، یعنی دارن پرونده ها رو نگاه میکنن، یکی یکی به سرعت رد میکنن، به سرعت، یعنی که مدت طولانی. هنوز شما رو صدا نکردن؟ من که همسرم رد شد، اعتراض زد و اینا، جواب اعتراض اولشان ردی بود. من اینجا آبریزش بینی میگیرم، ببخشید آلرژی بود کرده. خب کسانی هستن که رد میشن وکیل میگیرن، آخر این دادگاه انتهاش هم هیچی نیست، فقط پول از دست میدن. یعنی اون وکیل هیچ کاری براشون نمیکنه، این چیزا فرمالیته است. من اینجا افغانایی رو دیدم که کیساشون رد شده بود و اینا دیگه همینجوری به صورت قاچاقتور مونده بودن، یعنی همچنان دارم اینجا زیاد میبینم. خب میدونی اگر اونا رو بگیرن مستقیم تو کمپ و دیپورت هر کسی به کشور خودش، یعنی ببین نهایت یو این ایایی که جواب نگرفتم کشور خودشونه، یعنی باید برگردن. خیلی به هر حال میدونی شرایط این مدلی خیلی سخته که تو مثلا سالیان سال بیا اینجا منتظر یه چیزی بمونی بعد مثلا تهش هیچی باشه. درسته که میگیم عمرمون رفت، ولی هر جا باشی عمرت میره، این چیز طبیعیه، ولی که چجوری بره؟ ما اینجا دستمون بسته بود، یعنی نمیتونستیم کاری بکنیم، حتی نمیتونستیم یه مغازه داشته باشیم، چون نمیتونیم، مخصوصا ما ایرانی ها اصلا نمیتونیم یه مغازه رو باز کنیم به نام خودمون، نمیشه. پناهنده ها؟ بله. وگرنه ایرانی ها میتونن؟ بله، اونا که اقامت دارن کلا بحثشون جداست. آره، ما داریم درباره ایرانی های پناهنده ترکیه صحبت میکنیم. بله، زمانی که به کشور سوم بریم میشیم پناهنده، ولی در حال حاضر پناهجو هست. ولی میگم اجازه، وقتی اجازه کاری رو نداشته باشی، وقتی به عنوان یه کسی که داری یه جا داری زندگی میکنی، ما حتی کارت آبربانک نداریم. من زمانی که اومدم یک سال بعد دیگه پاسپورتم تاریخش تموم شد، برای همین دیگه نمیشد. به من گفتن قانون اینه که به تو کارت ندیم، بانک که رفتم گفت نمیشه به شما کارت بدیم چون که تاریخ پاسپورت تموم شده. همسرم تاریخش همه، ولی تونست اون کارت بگیره. ولی الان دیگه اگر کارتش مثلا گم بشه یا چیزی اتفاقی که دیگه نمیدن بهش و کلا نمیدن، مگر زمانی که همونجور که گفتم مثلا صاحبکار برای کارگرش که یه ملتیجیه همون پناهجوه چالش مالیز این بگیره، اون زمان میتونه کارت داشته. کارت آبربانک داشته باشه. ما حتی این هم نداریم، من این همه سال اینجا اصلا این ندارم. خیلی یا شاید 99 درصد پناهجوها بیمه ندارن که بخوام کلی هزینه بیماری سال باید بیمه. مگه پناهجوها رو بیمه میکنن؟ قبلا بوده، ولی الان چندین سال هیچ کی بیمه. به خاطر اینکه مردم ترکیه خیلی ناراضی بودن، اعتراض کردن، گفتن ما میایم تو بیمارستان پر از یابانجیه، ما دوست نداریم، پس ما چی؟ یا زمانی که یه جایی به اسم آسام باز بود، اون موقع خیلی فعال بود، اون موقع که یو ان مشغول به کار بود و فعال بود، وقتی که پناهجوها میمدن اونجا، حالا کاری چیزی داشتن یا صف میکشیدن کارشون رو انجام بدن و اینا، خود ترک ها میمدن اونجا میگفتن چجوریه، چرا به یابانجی ها، به پناهجوها داریم کمک میکنیم، خب به ما کمک کنیم. اونا تصورشون این بود که دولت ترکیه داره به ما کلی پول میده و ما اصلا کاری نمی کنیم و همه هزینه ها با دولت ترکیه، در صورتی اصلا نمیدونم. الان هم درباره سوریه یا من اینو خیلی میشنوم که ترک ها میگن که اینا هی بچه میارن که از دولت پول بگیرن. درست میگن، درست میگن، بله همینطوره. سوریه یا پس پول میگیرن؟ میگیرن، خوبم میگیرن، اصلا خیلی، شاید 90 درصدشون اصلا کار نمیکنه، نیازی ندارن. و الان چرا؟ خب به خاطر که پول خوبی که بهشون نه داره. چرا به اونا میدن به بقیه نمیدن؟ من این سوالم، سوال ما همینه. واقعا چرا؟ خب مگه اونا هم پناهجو نیستن؟ اینا هم پناهجو هن. چرا به اونا میدن به اینا نمیدن؟ واقعا نمیدونم، ولی خب
نمیدونم، همه سوالشون همینه، چرا اونا آره ما نه. عجیبه نه؟ ولی ترک ها سالها فکر و الان هم همینجور فکر میکنم به همه ما پول پرداخت میشه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. اصلا من با ترک هایی که آگاه ترن صحبت میکنم و اینا میدونن که فقط به سوریه یا پول داده میشه. بعد خیلی جالبه از حضور ایرانی ها خیلی راضین و ایرانی ها خیلی دوست دارن. ایرانی ها رو دوست دارن، من ندیدم کسی ایرانی دوست نداشته باشه. ولی سایه تفلی سوریه ها رو با تیر میزنن. آره، چند وقت پیش اتفاقی که توی کایسری افتاده بود که مغازه های سوریه ها رو خراب کردن، شوهاشون رو شکستن، کلن یابانجی میدن یا یه حرکت میتونن یه حرفی بهش میزدن با خشونت. دوستای من که مثلا اونجا تو کایسری بودن میترسیدن بیان بیرون و اینجا هم مردم ترسیده بودن، پناهجوها، ولی دیدن اینجا خبری نیست. اما کایسری تا یه مدتی خیلی خطرناک شده بود. اینجا علاوه بر پناهجوهای ایرانی و افغان سوریایی هم زیاد هست یا نه این برا زیاد اینجا نیست؟ نه اونقدر سوری نداره، اون سوری هست، عراقی هست، ولی کمه. کمه. اینجا بیشتر افغان هست، ایرانی هست. ایرانی ولی الان اینو بگم که توی کاپادوکیا کم شده. چرا؟ چون که تند و تند دارن پرونده‌هاشون رو می‌بندن، رد می‌کنن. چون اداره مهاجرت هم پلیس داره الان مصاحبه میکنه، چند ساله پلیس مصاحبه میکنه و رد میکنه. نمیدونم چه چیزی هست این وسط که داره این اتفاق میفته، ولی همه رو داره رد میکنه یا دیپورت میکنه. یعنی اگر اون شخص دادگاه رو اوکی نکنه، یعنی وکیل نگیره یا پیگیر نامه هایی که از دادگاه براش میاد راجع به پروندهش پیگیر نباشه، حتما میگیرنش. بوده که یک خانم با دو تا بچه داشته و پروندهش همون اعتراضش به ردی و این چیزا به انتها که رسیده بود، یعنی دیگه پرونده کامل بسته شده بود که پلیس اومد توی خونه جوری که زیر غذاش روشن بود نذاشت که کاری بکنه، برداشت برد. چقدر دردناک. بچه رو از توی مدرسه رفته بودن در مدرسه، بچه شون اونم گرفته بودن برده بودن. به این فضاحت واقعا چی باید بگم؟ واقعا افسوس. افسوس برای مردم کشورمون. میدونی چقدر ما تفلکیم، چقدر ما گناه داریم به خاطر شرایط ایران متاسفانه. اینو اول ویدیو یادم رفت ازت بپرسم، میزان تحصیلات تو به ما میگی؟ من فوق لیسانس علوم تربیتی هستم. وقتی اومدم اینجا توی خانواده بودم که همه چی داشتم، یعنی هیچ بی نیاز بودم، یعنی دختر بودم، همه چی داشتم، هرچی میخواستم ما، یعنی سعی برام بود. یعنی اصلا فکر میکنم تو خوابم نمیدم یه روزی برم جایی با این شرایط من زندگی کنم. ولی خب چیزی که اینجا برا من داشت این که قوی تر شدم. خیلی اینجا آدم توی پناهجویی میشکنه، میشکنه از نو ساخته میشه و یه آدم دیگه میشه. دقیقا. نمیگم بد میشه، ساخته میشه. دقیقا. شاید بتونم اینو حالا پناهجویی درجه سخت‌ترشه، شاید اینو بتونم اینجوری بگم که هر کسی که مهاجرت میکنه این اتفاق براش میفته، یعنی میشکنه و به یک ورژن دیگه از خودش تبدیل میشه. که نمیدونه قوانین اونجا چجوره، نمیدونه مردمان اونجا چطوری هستن، چجوری زندگی میکنن، زبانشون رو نمیدونه. واقعا مثل یک شخصیه که یه کاغذ سفیده میره اونجا هیچی نمیدونه، از صفر باید شروع کنه. واقعا از صفر. دقیقا همینطور. من اونایی که واقعا توی ذهنشون اینه که بیرون از ایران براشون فرش قرمز پهن کردن و همه چی راحته، واقعا مثل یک خواهر، حالا شما آقای خانم من نمیدونم، کسی که داری صدای منو میشنوی، فکر نکن که بیرون از ایران فرش قرمز پهن کردن و شرایط آسونه. واقعا سخته. همون اولش
این حس رو که توی غریبه هستی. اون نژاد پرستی فقط توی ایران نیست، همه جای دنیا هست عزیزه. میفهم، درست میگی. یعنی ما باید وقتی که میخوایم مهاجرت کنیم یا حالا به هر نوعی مهاجرت کنیم خیلی سنجیده عمل کنیم. این که فکر کنیم مثلا تحصیلات اینو داری اونو داری واقعا مطرح نیست. میای یک کشور دیگه 100% که توی کارگر میشی و واقعا هم آر نیست. من هم خیلی کار کردم، خیلی چیزا دیدم، شکستم. حالا واقعا بعض وقتا برای آدم غروری نمیمونه. میفهمم توی پناهجویی. میفهمم. و اینکه من توی کامنت ها بعضی کلیپ هایی که میبینم مثلا یک شخصی داره از واقعیت ها میگه، شما فکر نکن که توی اروپا اونجا همه چیز عالیه، شما فقط قشنگی ها رو توی فیلم ها و این چیز ها میبین. اونجا خیلی سخته، اونجا هم سخته. اقتصاد دنیا بعد از کرونا مخصوصا اصلا فاجعه شد، همه جای دنیا به هم ریخت. فقط فکر نکنید فقط ایران، شما متاسفانه توی ایران چون خیلی توریست هم نمیاد با توجه به شرایط و اینکه مردم جوری شدن که خود کمبین شدن، اعتماد به نفسشون پایینه. نمیگم همه، درسته، سوء تفاهم نشه، ولی خب تعداد زیادی فکر میکنن که مثلا یک خارجی برتری داره، در صورتی که این اصلا اینجوری نیست. من اینجا کلی از آدم دیدم از کشورهای مختلف، مثلا ایرانی، حالا کار ندارم ایرانی، افغان، ماها، خیلی فرهنگمون قشنگ تره تا اونا. یا میگن چرا بر نمیگردی؟ به یک شخص میگن چجوری اگه بعد آدم... چرا بر نمیگردی؟ آره، من خیلی این کامنت رو دیدم توی مردم. میگن خب شما فکر کن این آدم چقدر زج کشیده، حالا تو کمپ بوده، سمت اروپا رو بگیم، حالا ترکیه که کلن تموم شده یه چیز جداست، ولی همونجا مثلا تو کمپ بوده، تو جنگل میذارن بعضی وقتا یک همون مثلا 50 تا آدم مثلا. پس قضاوت نکنید که چرا بر نمیگردید. صحبتایی که داشتم، چیزایی که تعریف کردم از اینجا، فقط اشتباه نشه، سوء تفاهم نشه. من اگر گفتم که اینجا سخته، برای ما که پناهجو هستیم انقدر سختی داره. برای یک شخصی اقامت اینجا رو میگیره که اینم بگم قوانین اینجا هی عوض میشه، یعنی یک جور نمیمونه، اونم مشکلات خودشو داره. ولی من صحبتم با کسانی هست که به این فکر میکنن که بخوان پناهجو بشن به یک کشور، حالا ترکیه نه جای دیگه، بدونن که خیلی سخته و به اون راحتی که فکرشو میکنن نیست. طبعا شما با این تجربهی که از پناهجویی گفتی، پناهجویی در ترکیه رو گفتی، خب میشه حد زد، میشه تصور کرد تو کشورهای دیگه هم مشابه همین خواهد. نسترنجو خیلی ممنونم از همه صحبتات، ازت عذرخواهی میکنم که آزرده خاطرت کردم و واقعا ممنونم از این که تا اینجا اومدی، خیلی برام ارزش داشت و خیلی خوشحالم از دیدنه. منم خیلی خوشحال شدم دیدمت عزیزم. قربانتو. امیدوارم صحبتایی که کردی برای دوستان بتونه کمک کننده باشه، آدم ها رو در واقع در باره حداقل پناهجویی در ترکیه آگاه کنه و به دردشون بخوره دیگه. این مهمترین کاریه که ما داریم براش تلاش میکنیم، کاری که دست اون فرد نمیاد. همین قصد داشتم که آگاهی باشه برای مردم. خیلی ممنون ازت و من اینجا از دوستان میخوام که اگر تجربه‌ای در این زمینه دارین خیلی خوشحال میشم شما برام کامنت کنین و یا اگر این سمت ها هستیم به من مسیج بدین، شما رو هم از نزدیک ببینم. همین دیگه، اینجا از توی این غارهای ارگوب باهاتون خدافظی میکنم. خیلی دوستتون دارم. بای بای.